اس ویدیو را لایک میکنه نیونه مهمی داستان کشور چین است که د چینی رقم یک وایرس پیدا میشه از وایرس کرونا هم که خطرناک میباشه اگه کسی ری وایرس بگیره او د کدن شروع میکنه یعنی تق و پق کدن میره اما نام استاد شدن نمیگیره بیا که ببینیم ای وایرس چی رسوایی را انداخته دوستا فلم ما از یک شادخت پدر و از یک مادر مار شروع میشه که امیال از چلپ چلپ کدن فارغ شده بود که نام مادر مار جیم میباشه و نام شادخت پدر کیت میباشه و بعد از این دل کیت باز د چلپ چلپ میره اما جیم بیچاره سست مانده شده بود برش میگه امروز نه باز فردا میکنیم و به همین خاطر در بین اینا توتومه شده کیت کار کدن میره و بعد از این جیم در تلفن خبرها را میبینه که در چین یک رقم وایروس تقپقی پیدا شده اما جیم خبر در پشمش هم حساب نمیکنه مثل که مردم افغانستان کرونا را در پشمش حساب نمیکرد و بعد از این جیم در مزه طرف بالکن خانهشان رفته یک کمپیر بالای چت میبینه که در لباسش خون سرخ سفید چسبیده بود که ما در اینجا میفهمیم این کمپیر تازه تازه کدام نفر راکتش پرانده آمده و این کمپیر شکار وایروس تقپقی شده و در اینجا همسایه جیم به نام لین سلفا کده مرده است بود و جیم برش میگه ها شاه چی شده تو را ولی لین میگه چیزی نه متای تو رایت هستم تو از خود بگو کشاد خان و بعد از جیم کیت تا سر کار رساندن میبره که دنس فرو یک چند نفر میبینه که در بینشان جنگ داشت و پلیسا محکمشان گرفته بود و یک چند نفر از اینا گریان هم داشت و در اینجا ما میفهمیم که نفرا را همی وایروس تقپقی گرفته و در بین سرک تقپک کده روان بودن و تشنه پاره کدن یکی دیگه بودن و وقتی که جیم کیت رسانده پس خانه رفته بود میبینه که کلی نفرا غیب شده و در دلش میگه این نفرا خود چند دقیقه پیش همینجا بود و بعد از این جیم دنان سوپ خوردن در یک هتل میره و در اینجا همو کمپیرک آمده بود که در سر بام دیده بودش و دیگه چی شدنی بود جا به جای سر یک استفراغ میکنه و ایران وایرس تقپکی میگیره و در سر یک نفر دیگه روغن بریانه میندازه و گوی نفر جا به جای میره و بعد از این در اینجا خوب بیخی زدنک و کندنک شروع میشه و کل اینا را آیسته آیسته همی وایرس تقپکی میگیره و در اینجا جیم به خاطر نجات دادن پتاقیش دویده گریختن میگیره و کل نفرای وایرسی در پشت جیم میغلطه و جیم یک رقم کده خود در خانه میرسانه و در نفری زنگ میزنه اما کسی زنگ جواب نمیده و یک دم لین خپ و چپ در خانهش در آمده سر جیم حمله میکنه و این نفر هم همی وایرس تقپقی گرفته بود و جیمی را کتلغت زده در دیوال میچسپانش اما لین میگه او کشات من نفری تو را الادادنی نیستم یک بار در گیرکم بیایه و در باره کت گپای بد زده روان بود و باز چی شدنی بود دیگه جیم کارش آمده پتک پتک میزنش و در طرف ما کیتا میبینیم که در مترو طرف خانه روان بود و در پالوی کیت یک بابه شوقی ششته بود که برای کیت میگه من تو را هر روز میبینم در ایرا و تو به نظر ما بسیار یک میده مالک زدنی معلوم میشی و کیت میگه تشکر بابا جان اما ای پیرکی را دلش از تشکری کجا سر میکد و دست کیت گرفته میگه من میخوایم پتاقی تو را بزنم چون تو بهترین میده مال چین ما هستی و کیت ایگه پشنیده میگه بخی کشاد که یک سلی شاشت میره چی برسد تو پتاقی مرا بزنی و ای پیرکی دقار مچم چی گفتن میگیره در دلش و باز در استادگاه بعدی یک دختر مکتب داخل مترو میآیه و کیت ای را دیده چوکی خود برش میته چون ای بابه ارامی کیت آزار داده نمیتانیست و بری دخترک هم جا ششتن پیدا میشد و بعد از این یک نفر دیگه هم در مترو سوار میشه و این نفر خود پدر مایکل جکسن فکر میکد و در دستش چاقوی دینچو واری بود و بعد از این دیگه ای ارامی کلی نفرها را یک تا چاقو کاری کده بسته داخل مترو را دریای خون میگیره که این صحنه را اگه در فیلم اصلی دیدن گویتان میره و یک چند نفر شکاری وایرس تقپقی هم میشه و یک چند تا لودکونام فلم گرفتن میگیره ها لودکونام میفهمم که در یوتیوب فیسبوک انداخته پیسه پیدا میکنن و دامی بین بابه شوقی هم شکار وایرس تقپقی میشه و ای را دیده کیت بسیار زیاد میترسه و ای بابه ارامی نوک چتری خود سیده در چشم دختره که مکتبی تخته میکنه و ای دختر کچالویی از دست در چغس و ناله کدن میگیره یک بار فلم ببینین مزه تان نداد پیسه تان پس بگیرین و فعلا ما داخل مترو را میبینیم که کل اینا یکی دیگر پاره پاره کده تقپق کده روان است و یک دم دروازه مترو باز میشه و کیت او دختره گرفته بیرون گرفتن میگیره و اینا در زیر تاکوی میرسه و از پشت اینا ای بابه شوقی هم خود در زیر تاکوی میرسانه و برشان میگه تا کجا میدوین یک بار دگیره کم خوبی ها اندلتان از تقپق سیانه کدم هرچی میگین بگین جگرکایب و کیت در این حالت دیده پیشش یک بچه پلوان میآیه و این دو دختر میگه لطفا کمک کماره و فعلا دیگه چی شدنی بود تا کی پلوانی پیرکی را میزد وقت پیرکی ارامی لینگای پلوان را دواسیخ میکنه و دامی بین کیت از زیر تاکوی بیرون شدنی بود که یک چوکیدار دروازه زیرزمینی را بسته داشت کیت وغز زده میگه او لودکون صبر اما ای لودکون صبر نمیکنه اما کیت امرای دختر یک رقم کده خود از زیر زمینی بیرون میکشه و بیرون آمده کتی بوکس کش کده دبینی چوکیدار زده میگه او لودکون تو دروازه را چرا بسته داشتی اگه من بند میباندم چی
میشد شد و ای بابی شوکی از بجای پتاقی دروازه را لسیدن میگیره و میگه ای بارم خونیجات یافتین یک بار دگیرم بیاین پتاقی تا نزده علمتم یعنی چلپ چلوب چلپ چلوب فامیدین خونه و در ای طرف ما جیم میبینیم که بخاطر پالیدن کرد بیرون برآمده بود و در بیرون بیخی نقشه شار تغییر کرده بود و در سرکو مردم پاره پاره شده مردگی غلطیدگی بود و نفعه رایی را که وایرس گرفته بود اونا نفعه رای جور پیدا کده امرایشان عشق و محبت میکد یعنی مصروف چلپ چلوب چلپ چلوب بودن و در اینجا جیم اینا را دیده ترسیدن میگیره و فکر میکنه اگه من در زیر دست اینا بغلطم در سر سرخ خود اینا پنجی مرا پاره پاره کنه به همین خاطر از اینجا فرار میکنه و جیم از اونجا گریخته در جای میای که در اینجا یک چند شاگردای مکتب یک نفر بیچاره را بسته کده بسیار بد رقم پتاقش زده است بود و جیم را دیده کلی بچاره ترسانده از اینجا فرارشان میته و اون نفر زخمی را میگه کمک کنم اما این نفرم شکار از وایرس بود و برش میگه او کشات مرا چرا نجات دادی مرا مزه داده است بود دوستا دقیقاً هر کسی که شکار از وایرس میشه اونا از انجام دادن کارهای عجیب غریب مزه شان میداد مثل که این نفر دلت خوردن مزه میکد و یک دم امو شاگردای مکتب پاس میای و ای بار جیم ترسیده از اینجا فرار میکنه و فعلا در اسپتال ما دختر یک چشمه را میبینیم که کیت اسپتال آورده بودش و دکتر میگه باید ما ایر عملیات کنیم و ای دختر در اتاق عملیات خانه میبره و کیت تلفن امو چوکیدار را گرفته یک برنامه را دانلود میکنه و میبینه که جیم بسیار زیاد زنگ زده برش و یک دم چوکیدار برش میگه حالا بت تلفن مرا در یک سلیف غان داسمان میبره و در تلویزیون ده خبرها گفته است بود ما به زودترین فرصت خوار مادری وایرس خود بزنیم و کل شما از خود حفاظت کنین و هر نفر یا رامی را که در سر سرک میبینین که تق و پق داره جا به جای لنگایشان را دعوا سیخ کنین و فعلا نوبت ماماگه که چین میای و ای خو فعلا در یک فضای دیگه بود اول خو همیت یک لکچر تایت میته با چشمای سرخ شده یک دم رئیس کشور چین ماکم گرفته به مواز کده در دانش میندازه و دانی رئیس چین مثل گوی گاو واری دعوا باد باد میشه که این نفرای اسپتال دیده شاشایشان میره و کلشان در فرار کردن کوشش میکنن و دبین اینا یک چند نفر اقدر میترسه که یکی دیگه خود زدن میگیرن و یک دم پلیس میگه او گوی سبکی ها هیچ کس جنگ نکنه اگر نه دغار غارتان مرمی را تخته میکنم و یک دم در اینجا همو بابه در گرفتگی میای که نشانش فقط یک نفر است میفهمین خونه او هم کیت ولی ای بار تنها نامده بود امرایش گنگ یعنی فوج خود گرفته آمده بود و ای همه نفرهای وایروسی نفرهای جور پتاقیش هم میزنه و حتی سر پلیس ها هم رم نمیکنه یعنی تق و پق تق و پق میکنه اما کیت خود از اینجا نجات داده فرار میکنه و هنوز هم ای پیرکی ارامی کیت پالید رویسته بود اما از بجای کیت امو دختر پیدا میکنه که ارامی چشم ای دختر کفانده بود و ای دختر تازه تازه چشم خود عملیات کده آمده بود و ای ارامی پیرکی ای بار از بجای چهره ازار خود کشیده سامان خود از چشم ای دختر تخته میکنه به همین خاطر ای دختر که بیچاره از دست درد فغان فغانش ملک ملک میگیره دوستان ما که صحنه را دیدم دلم میشه دکونی بابی ارامی چوب ما تخته کنم و فعلا ما در زیرزمینی کیت میبینیم که برای جیم زنگ زده لوکیشن خود میگه و جیم میگه تو همونجا باش ما زودی که خودم میرسانم و یک دم در زیرزمینی بابه رامی هم میرسه اگه کیت بیچاره را یک بار گیر کنه شاید یک هزار بار پتاقیش بزنه لیکن پیش از اینکه پیرکی کار کنه از او پیش کیت ای بابه رامی را لنگایش دعوا سیخ میکنه او را هم چه رقم دوستا ای بابه پیرکی را رویش یعنی یک رقم شفتر میکنه اگه من این صحنه را براتون نشان بدم شاید همین فیسبوک مرا پتاقیش زده شوه و بعد از اینکه کیت کمی پیش رفته یک دروازه مخفی را پیدا میکنه که در اینجا پیش دروازه یک دکتر استاد بود و برای کیت میگه داخل بیا داخل بیا و کیت داخل میدرایه و ای دکتر سرش تفنگ گرفته میگه برو او بازی کده بیا ما چی بفهمم وایرس تو را هم نگرفته باشه و ای او بازی کدن میگیره و ای دکتر ایرم برش میگه خیلی کم مونده یک هلیکوپتر هم اینجا برگرفتن ما برسه و ما از اینجا نجات میافیم و فعلا کیت او بازی کده لباس نرسه میپوشه و یک دم میبینه که در اینجا لاشای چند دانه اشتکاست که میفهمه ای دکتر سر اشتکا آزمایش داشت که به همین خاطر کل اینا غلطیده مرده و یک دم دکتر اومده کیت پشکاری کده میگه اگر د بین 5 دقیقه وایرس تو را هم بگیره خود تو را میکشم و اگر تو شکاری وایرس نشدی خود دوای وایرس از خون تو جور کده میتونم و فعلا که در اینجا به خاطر 5 دقیقه بندی می باشه و دمی بین 5 دقیقه خپ چپ تلفن خود کشیده بر جیم میسج کده میگه ما در اینجا هستم و دکترم میفهمه که هلیکوپتر آمدنی است و هر دو اینا یک جای شده بالا رفتن میگیرن و یک دم در اینجا جیم هم میرسه که بسیار بد رقم شکاری وایرس شده بود و بر کیت میگه ما به خاطر کشتن تو در اینجا اومدیم و کیت ایره شنیده بسیار زیاد میترسه و دکتر هم اینجا اله کده دروازه بالا را بسته میکنه که در اینجا جیم هم از پشتش اومده بر کیت میگه ما تو را زیاد دوست دارم اما فعلا کشتن تو آمده و کیتی را شنیده عقل خود از دست داده میگه این مرا هم دوست داره و هم تشنه کشتنم است دوستای وایرس این رقم است اگر کسی را بگیره او از عقل لودکون جور شده چیزی را نمیفهمه و کارهای عجیب غریب میکنه و فعلا کیت جیما امین جهله داده دروازه را واز کده بالای چت میره
و فعلا امروی صدای هلیکوپتر صدای مرمی باران هم میایه و ما در اینجا میفهمیم کسی که در هلیکوپتر آمده بود اونا سر کیت مرمی باران کده کیت هم میکشه، ولی 100% معلوم نیست کیت زنده مانده یا مرده، چون ایسانه را بر ما نشان نداده. در خود فیلم گفته نمیشه کیت نجات یافته باشه و امروی همی داستان ما ختم میشه و این داستان ما پارت اولی فیلم است. دوستا اگر از دوبله ما خوشتان آمده باشه، همیالی ویدیو را لایک و اشتراک گذاری و صفحه ما را فالو یا سابسکرایب زده بروین.